روز سه‌شنبه 30 مرداد ماه مهمان خانه های شما عزیزان و بینندگان گرامی است. عرض درود و سلام و احترام دارم خدمت یکایک که شما بزرگواران با برنامه دیگر در ادامه سلسله جلسات مربوط به تحلیل زندگانی علی ابن ابی طالب که البته این جلسه 28 برنامه است. در خدمت شما بزرگواران هستیم. به مسئله صفین رسیدیم اما به دلیل اهمیت جنگ‌های ایدئولوژیک که نه تنها در درون دین اسلام بلکه در درون ایدئولوژی‌های دیگر هم وجود داره و در دوران معاصر هم متأسفانه جنگ‌هایی با میلیون‌ها کشته رو سبب شده، بعد ندیدیم به نطفه‌های اون چگونگی رشدش، چگونگی پویاییش بپردازیم. امروز هم یک رژیم ایدئولوژیک بر سر کاره که نگاهش در ابعاد مختلف، چه در بعد سیاست داخلی و چه در سیاست بین الملل، بر پایه همان مسائل ایدئولوژیک میگرده با اندکی نگاه واقع‌گرایی. از این دلیل اهمیت داره که نگاه بکنیم این الگوها و اسطوره‌هایی که فرهنگ سیاسی این رژیم و نخبگان اون رو شکل میدن از کجاست. وقتی رئیس جمهور مملکتی سخن از فرامین علی ابن ابی طالب میکنه، یعنی هنوز هم این شخصیت ها برای مخاطبانشون زنده هستن، خط مشی میدن، ارزش ها رو تبیین میکنن، اصول و طرح و برنامه رو سازماندهی میکنن و ممکنه از ما گذشته باشه، اما برای فهم سیاست گذاری های چنین رژیم هایی باید این ویژگی ها رو بشناسیم. به آنجا رسیدیم که مقدمه جنگ صفین نیازمند یک طرحی است که در درون اون طرح شما برای یک جنگ عقیدتی نیازمند یک سری ویژگی ها هستید. بخشش رو در نوبت پیشین عرض کردیم. به آنجا رسیدیم که یکی از اونها باطل پنداری غیر خوده، یعنی هر چیزی که غیر منه عقیدش باطله، چون حقیقت نزد منه، من میدونم چیه. به همین دلیل عرض کردم وقتی در اسلام فتوحات رخ داد، اندیشه های سرزمین های دیگر از بین رفت. همون دیدگاهی که عمر داشت، حسبنا کتاب الله، سبب شد که کتاب های دیگر رو نابود بکنن، اندیشه های دیگر به کار نیاد. بعضی از علوم و دانش ها جزء علوم زاله باشه، گمراه کننده باشه، از جمله فلسفه. فلسفه در ابعاد مختلفش مذموم بود. حتی امروز هم روحانیت نگاهش نسبت به فلسفه نگاه متساهل نیست، گشاده ای نداره نسبت به فلسفه یا اندیشه هایی که بتونه ذهن رو پرسشگر کنه. اساسا در فرهنگ دینی این تعبیر آیه آرامش دوستدار که تفکر ممتنع هست، به دلیل اینکه از قبل همه پاسخ‌ها وجود داره، شما نیازمندی نیستید راه دیگری رو انتخاب، طرح دیگری رو انتخاب کنید، تمام اینها از گذشته به شما داده شده. اتفاقا در جهان مدرن در برابر آن چیزی که در گذشته تحت عنوان سنت عرضه می شد، پرسش های جدید ایجاد شد. یعنی ما یاد گرفتیم نوع دیگری هم میشه با هم برخورد کرد. آن تعبیری که در گذشته اشاره داشت که کسانی که باور ما رو ندارن، یهودی هن، مسیحی هن، بودایی هن، اینها از عقل و خرد بی بهره هن، ما فهمیدیم نه، اینگونه نیست. ما فهمیدیم زنان ناقص العقل نیستن. ما فهمیدیم سیاهان به دلیل گناه نیست که رنگ پوستشون این گونه است. بردگان سرنوشت محکوم و محتوم ندارن.
و به مرور امروزه بحث از حقوق بشر مطرح میشه. انسانی که با همه تفاوتها و عناصر مختلف هویتیش انسان. خب این راه رو چه کسی در برابر ما قرار داد؟ ادیان که این گونه نبودن. زکریای رازی در کتاب نقض الادیان اشاره میکنه که این کتاب‌های دینی است که سبب نزاع شد، چون متکیان که باور من یقینی درست حقیقت و تا ابد هم باید اجرا بشه. اما یک فیلسوف همچین اندیشه‌ای نداره که اندیشه من درسته. ممکنه فیلسوف دیگری بیاد اندیشه دیگری داشته باشه، نگاه دیگری داشته باشه. یک دانشمند در حوزه علوم هیچ وقت نمیگه که علم یا دانشی که من امروز بهش رسیدم تمامه، دیگر نیاز نیست جستجو بکنیم. اما ادیان همچین ادعایی رو دارن. وقتی اسلام مدعی است که پیامبرش خاتم النبیینه، یعنی دیگه با رفتن او کسی نمیتونه مدعی بشه من به اون مبدأ علم و دانش و معرفت احاطه دارم، ازش کسب فیض میکنم. خب تمامه، احکامش تا ابد لازم الاجراست. آیات متعدد قرآن به این اشاره میکنه. خب دیگه شما دنبال دانش نمیدید، دیگه جرأت این رو ندارید که بخواید اون اندیشه‌ای که قطعی و یقینی است و تازه به اتوریته مثل خدا وصله خلل وارد کنید. اگر من بدانم یک انسان دیگری اون رو آورده، خب در اون چون و چرا میکنه. اما اگر بدانم اون رو خدا آورده، دیگه نمیتونم چون و چرا کنم، چون من هم اندازه هم قد و در حد و اندازه خدا نیستم. به همین دلیلی که نبوت پایه‌ای بود برای انسانهایی که از رده های اجتماعی بهره نداشتن. مثلا چوپان بودن، دیدید در بسیاری از این داستانهای دینی وقتی اشاره میشه که این انبیا غالبا از افراد سطح پایین جامعه بودن، به این دلیله که وقتی این افراد میخواستن اندیشه های خودشون رو در جامعه تزریق بکنن، افراد اون رو اجرا بکنن، مجبور بودن بگن که ما از شما خیلی بالاتریم. در آن زمان در نگاه ماورایی و الهیاتی یگانه ترفندی که به کار می آمد این بود که بگن من به یک مبدعی وصلم که همه دانشان نزد اوست و اون خداست. ماکیاولی هم در کتاب گفتارها به این اشاره میکنه. افرادی مثل نوما برای اینکه سازمانها و نهادهای خودشونو بسازن نمیتونستن بگن از من تبعیت کنید. و مردم میگفتن تو کی هستی؟ اون موقع علم اتوریته نداشت. اون موقع اتوریته کسانی بودن که وصف بودن به یک مبدأ ماورایی، مدعی این مسئله بودن. و در واقع نبوتی که شیادی است، استفاده از ابزارهای غیر اخلاقی برای اینکه احکام خودشون رو در درون جامعه تزریق بکنن. منتها مشکل در جایی است که بعدها مدعی شدن که این احکام برای همه زمانها و همه مکانها مصداق داره. صادقه، خلالی درش نیست. یعنی همه اراده و اختیار انسان رو سلب کرد. جوامع دینی هزار سال بعد از انبیاشون جرأت نداشتن یک حکم کتاب خدا رو تعطیل کنه. و وقتی شما جرأت ندارید احکام الهی رو تعطیل کنید، یعنی آزادی ندید، یعنی اختیار ندید. اختیار تو یک چوپانی در بیت المقدس یا در حجاز ازت سلب کرد. حالا مهم نیست که امروزه دارای چه جایگاه علمی هستی، چه دانشی داری. گاهی من میبینم افرادی در قامت فیزیکدان گرفته، ریاضیدان گرفته، شیمیدان گرفته، حقوقدان گرفته، ذهن وقاد و نقاد دارن، اما زمانی که به یک حکم دینی میرسن زبانشون میگیره. دیگه در اونجا اختیار ندارن بسنجن که این خطاست.
دین مدعی همین مسئله است. اسلام یعنی تسلیم شدن، یسلم و تسلیم، تسلیم امر خدا میشه. بنابراین اختیار و اراده انسان سرد میشه. اما انسان مدرن فهمید که نه، من میتونم برای زندگی شخصی خودم برنامه‌های جدیدتری بریزم، برای زیست سیاسی خودم هم همینه، حکومت‌های جدیدی رو ایجاد بکنم، سیستم‌های جدیدی بیارم، نهادهای نوعی رو بسازم. وقتی این اندیشه مستولی شد بر ذهن ما که ما حقیم دیگران باطلند، رو به سمت خصومت هم میاریم، چون شما که نمیتونید با شیطان، با اهریمن، با نمایندگان پلیدی یه جا بشینید که باید مبارزه بکنید. متاسفانه این رو ما در دین زرتشت هم دیدیم، یعنی نزاع خیر و شر همیشه وجود داشته در فرهنگ دینی ما. با آمدن اسلام هم که شدت پیدا کرد. انسان ها دو دستن، یه عده خیر یه عده شر، در حالی که ما امروز میدونیم ارزش ها متفاوتن، اولویت ها متفاوت، چه بسا شرارت هایی که در دین اجازه داده شده. حالا من یک نمونهش امروز میخونم. بالاترین حد شرارت رو شما میتونید در این خطبه ببینید. 6-7 سال قبل من یه برنامه‌ای داشتم تحت عنوان دهشتناکترین خطبه تاریخ. در یک صفحه آچار جمع میشه 8-9 خط، اما از دل اون جنایت‌هایی به بار میشینه که برای اون باید دفترهای زیادی، مجلدات زیادی رو سیاه کرد، نوشت. خب این خصومت یعنی چی؟ یعنی وقتی من حقم، حتی اگه برادر من، پدر من و مادر من از من متفاوت فکر کنه، مگه در سوره توبه نیامده که پدران و برادرانتون رو اگر غیر از اسلام دینی رو اختیار کردن به دوستی مگیرید؟ یعنی من انقدر حقانیت نزد منه که حتی اعضای خانواده من هم دیگه میشن غیر، نسبت به اونها باید خصومت داشته باشم، دوستی نباید داشته باشم و در موقعی لزوم با اونها نبرد کنم. بذارید این خطبه رو بخونیم. خطبه 56 نهج البلاغه. البته در بعضی از این نسخ ممکنه شماره خطبه 55 باشه یا 54 باشه، اما موضوع و محتواش اینه که علی داره در برابر نیروهای خودش یادآوری میکنه که در برابر گروه دیگری که شما مسلمون میدونید، هم قبیله‌ای میدونید، برادر میدونید، نباید سست بشید. وقتی اعتقاد دارید دین اونها یا اندیشه اونها یا باور اونها با شما متضاد، مخالف، مغایر، یعنی همان زمان شما میبینید علی ابن ابی طالب داره از زندگی و زیست سیاسی خودش در دوران پیامبر الگوبرداری میکنه برای مخاطبین. همین نوع خطبه رو جمهوری اسلامی هم برای تحمیق بسیجی ها به کار میبره، که اونها وقتی میان در خیابان هیدر هیدر میکنن، به سر زن و بچه مردم میزنن، بسیاری از اونها به خاطر عقایدشون میان، یعنی باور کردن که این دختران، این زنان که به دنبال حجاب هستن محارب با خدان. چرا؟ چون حجاب حکم خداست. من وقتی حکم خدا رو کنار بذارم دارم با اون میجنگم، محاربه میکنم، کافرم، ظالمم، فاسقم. اینا همه تعابیری است که در سوره مائده آمده، و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون، یعنی آن کسی که به آنچه خدا فرستاده حکم نمیکنه کافر. یه آیه بعدش، آیه 44 و 45 و 47، یه آیه بعدش میگه ظالمه، دو آیه بعدش میگه فاسقه. یعنی نسبت شهروندی دیگه معنی نداره در این سیستم. شهروندی یعنی اینکه شما
انسان‌های مختلفی که در یک مدینه، در یک سیتی شهر زندگی میکنن، با همه تنوع، همونطور که ساختمون‌های مختلف میسازن، شغل‌های مختلف دارن، سلایق مختلف دارن، علایق مختلف دارن، رو میپذیری، باوراشون هم باید بپذیری. هر کی خدای خودشو داره، دیدگاه خودشو داره. تا زمانی که مخل نظم شما نمیشه، نظم جامعه نمیشه، نمیخواد اون رو تحمیل کنه، زندگیشو بکنه. من لباس خودم رو میپوشم، اما وقتی خواستم لباس خودم رو تنت کنم، اون وقت تو حق داری بگی این لباس بنابر صلاح و علاق خودت، من نمیپوشمش. باورها هم همینه. اما وقتی شما شهروند باشید، شهر ملاک شماست دیگه، شهر ملاک نیست. یعنی نسبت من با دیگران بر اساس شهر مشخصه. اگه شهر گفته این یهودی باید خراج بده، جزیه بده، میپذیر. اگه زن حق تصمیم گیری نداره، میپذیر. تو مناسبات الان شما قانون اساسی جمهوری اسلامی شهروندانه نیست، شهروندانه است. یعنی بر اساس شهر مناسباتش اونجوری تنظیم میشه. پس در درون جامعه علوی شما نباید دنبال تساهل باشی، دنبال تسامح باشی، برادری و نمیدونم شهروندی و اینها باشی. اون یک جامعه شهروندی احساس کنه یک حزبی، یک گروهی نگاهش متفاوته، بلافاصله با سرکوبش کنه. خب آقای پزشکیان که اونجا میشینه میگه فرامین علی، اینها رو برای مردم میخونه؟ نه، چون نیازی هم نمیبینه. اون میخواد یک دامی پهن کنه، از عقاید مردم استفاده کنه. تو سیاست مدار پوپولیست اینطوریه دیگه، شعارهایی میده، یه قصص، داستانها و اسطوره‌هایی هم تعبیه میکنه برای مردم، بقیه جنبه هاشو دیگه نمیده. خب ببینیم علی ابن ابی طالب چی میگه به یاران خودش. میخواد مقایسه کنه که آقا شما یاران من مثل یاران پیامبر باشید. این اوصافی که به سربازان نسبت میدن خیلی مهمه. دیدید این جمهوری اسلامی به آدم کشا چی میگه؟ اطلاعاتی ها میگه سربازان گمنام امام زمان، نمیگه سربازان گمنام سید علی، چون یه آدم معمولیه دیگه. خب ما سرباز اینی؟ میگه نه، شما سرباز امام زمانی. اتفاقا اگر میخواید یه جنایتکار رو در کارش تحییج کنی، او رو به عنوان سربازان مکتب، سربازان اسطوره ها نشون بدی. اگه بگی شما سرباز منی، سست میشه، اون درجه اعتبارش کمی پایین میاد. بگی بکش من خوشحال میشم، ممکنه یه انقلتایی بیاره، اما بگی بکش امام زمان ازت شاد میشه، اون وقت خیلی راحت آدم میکشه. بحثای گفتمانی از زبان آغاز میشه. این زبان تأثیر بسیار زیادی داره. ما گاهی غفلت میکنیم از این زبان که اینها چطور به کار میرن، چطور در ما نفرت ایجاد میکنن، چطور در ما شور و اشتیاق و هیجان میآفرینن. ما فراموش میکنیم. بعضی از سیاستمدارا خیلی خوب ازش استفاده میکنن. میدونن به چه مسائلی باید بپردازن. هر کی آدم کشتر سرباز امام زمان. چه خوب برای امام داری میکشی؟ امام معصوم شفیع میشه نزد خداوند. اما اگه بگی برای این آقای خاصی میکشیم، خب اینم یه آدم مثل ما، شاید خطا بکنه، شاید اشتباه. تازه خوشنودی او کجا و خوشنودی امام زمان کجا؟ به همین دلیل علی مقایسه میکنه یاران خودشو با پیامبر. چرا؟ چون میخواد به یاران خودش بگه که اگه میخواید برید در صفین آدم بکشی، فکر نکنید داری برای من میکشی، نه، داری برای رسول الله میکشی، همانند یاران او باش.
از سخنان آن حضرت است: ما در میدان کارزار با رسول خدا بودیم. پدران، پسران، برادران و عموهای خیش را می کشتیم و در خون می آلودیم. شما واقعا فکر کنید کمی که چه باوری می تونه از انسان موجودی بسازه که پدر خودش رو بکشه. حالا من در جنگ صفین مطالبی رو عرض می کنم از اسناد تاریخ اسلام که شگفت انگیزه. واقعا کسی که هم قبیله‌ای خودش رو که حالا رفتن مثلا عدی در شامن عدی دیگر در عراق، چون اینا دو دسته شدن جهادگران، مثلا قبیله باهله یا بجیله یا ربیعه یا خیلی از قبایل دیگر، اینا تقسیم بندی می شدن. یه عده می آمدن کوفه، یه عده می رفتن بصره، یه عده می رفتن طرف شام. به مرور زمان که غنایمی می گرفتن اونجا دیگه کشت و زرع و خانه ای می ساختن، دیگه می شدن جزء قبایل مثلا کنده اهل شام، یه دم می شدن این طرف کنده اهل کوفه. گرش اصف نقیس کندی و اینا از بزرگان سپاه علی از همین قبیله کنده هم. اون طرف هم بوده. این دوتا قبیله وقتی جلوی هم قرار می گرفتن، وقتی این پسر عموها هم دیگر رو می کشتن، گریه هم می کردن اما هم دیگر هم می کشتن. وقتی هم که میکشتم میشستن گریه زاری هم میکردم بر سر جنازه که بابا من این پسرم اون بوده. بعد تو اون لابلا، حالا ما اینها رو چون در آینده میخوایم بهش برسیم فقط به شکل گزارشوار عرض میکنم، برخی ها مورد سوال قرار دادن که آیا این درسته که ما واسه این دوتا پسرم اون مثل علی و معاویه داریم هم دیگر رو میکشیم؟ اینا دوتا قریشی هن. یه اختلافی دارن سر یک قریشی دیگر یعنی عثمان، اما ما رو انداختن به جان هم. بعد میگن خب این کفره، این فلانه، باید با اهل کفر به جنگی. حالا یک نکته جالبتر اینه که در همون جنگ عبیدالله ابن عمر آمد به میدان، پسر عمر بود در سپاه شاه، به حسن اشاره کرد گفت حسن بیا با من به جنگ. وقتی حسن آمد به میدان علی گفت برگرد عقب. گفتن که چرا؟ گفت نمیخوام به خاطر کشته شدن حسن در این میدان اهل بیت داغدار بشه. خیلی جالبه ها، جنگ را انداخته اما دوست نداره پسرش به فیض شهادت نائل بشه. حالا کاری نداریم که این علم لدنی هم نداشته که حسن باید حتما بمونه بعد او امام بشه، اما حسن و حسین رو نمیفرستاد به جنگ. یه پسر دیگری داشت، محمد حنفیه، یه زنی که علی به واسطه اون غنایم جنگ های رده گرفته بود، یعنی خوله از بنو حنیفه، او رو میفرستاد جلو. یه ده به محمد ابن حنفیه کنایه زدن، گفتن که دیدی علی تو رو میفرسته جلو، اما پسران خودش از فاطمه رو نمیفرسته. گفته بله، چون اونا چشمان علی هستن، من دستان علی هم. علی با دستای خودش جلوی چشاشو میگیره محافظت کنه. 8 سال ما با عراق جنگیدیم، احمد خمینی نرفت در جبهه جنگ. پدرشون بالا مینشست، احمد با اون گردن کلوفت اون بغل نشسته بود. خب اگر شهادت فیضه، اگر نبرد حق علیه باطله، احمد آقا رو چرا نمیفرستی بره جنگ؟ پسرای هاشمی رفسنجانی، آقا فرمانده کل قوا بوده، یه پسرش که تو بلژیک اون آقا محسن درس میخونده، بقیه هم مشغول کارهای تجارتشون بودن. اما بچه های بدبخت مردم رو میفرستادن که شما برید اونجا در فلانجا امام زمان میاد، بپرید روی مین. این دردها وجود داره. در صفین خیلی ها سوال کردن، گفت آقا ما چی داری پسر امامونو میکشیم؟ برای چی اومدیم تو این جنگ؟ چند ماه به شکل متناوب، نه مستمر، حالا بگیم هر روز با هم جنگیدن. 80-90 هزار نفر کشته شدن. آخر پذیرفت صلح رو علی بن ابی طالب،
خب من یه اعتراض کردن، گفتن این چه جنگی بود که تو راه انداختی؟ اگه قرار بود صلح کنی خب روز اول که نمایندگان معاویه آمدن، حکمیت رو میپذیرفتی، داور تعیین میکردی، ما کشته نمیشدیم. گفتن یا خودت نمیدونی چی کار میکنی؟ خون ما رو اینجا گرفتی ریختی، مال ما رو گرفتی، زنان کوفه داغدارن. وقتی سپاه علی برگشت به کوفه، تو تمام محله های کوفه گریه‌زاری بود. به اولین منطقه که رسید گفت آقا این زنا چرا سر صدا میکنن، برید جلو دهانشون رو بگیرید. گفت مگه بابا یه محله است؟ تمام محله های کوفه اینطوری هست. بعد میگن چرا خوارج ایجاد شدن؟ خوارج برای این ایجاد شدن که پرسش کردن که ما برای چی رفتیم کشتیم؟ اگر ما حقیم اونا باطلن، برای چی حکمیت رو پذیرفتیم؟ اگه میشه با اهل باطل صلح کرد، حکمیت کرد. روح الله خمینی هم همین 8 سال 2 سال جنگ کرد، یه عده آمدن پادرمیانی کنن که آقا بیا جنگ رو تمام کنی، یه خسارتی هم به شما میدن، یه داستانی هم. آقا نپذیرو، گفت نه، ما اگه این آل سعود رو ببخشیم صدام رو نمیبخش، یا بالعکس. شعارهای آرمان گرایانه که غیر واقعی، میخوایم بریم قدس هم آزاد بکنیم. دست آخر نه غرامت جنگ گرفتیم نه هیچی، این همه جوان مملکت از بین رفت، خانه ها خراب شد. همینچنان تاوان ایدئولوژی رو میدیم، اما نمیخوایم بیدار بشیم، نمیخوایم گوشامون رو باز کنیم، نمیخوایم چشمامون رو وادار به دیدن بکنیم. خب آقا داره مردم رو بسیج میکنه، میگه بابا ما پدرانمون رو میکشتیم، عموهامون رو میکشتیم، پسر عموهامون رو میکشتیم. راست هم میگه، در جنگ بدر همین کارو کرد. در جنگ بدر و احد و اینا دست جریان اسلام همین بود، رفت کاروان رو بگیرن، کاروان قریش رو. ابو سفیان خبر فرستاد که بابا اینا اومدن کاروان رو بگیرن، بر موقع رفتن نتونستن، موقع برگشت احتمال داره راهمون رو ببندن. مردم مکه که سرمایه گذاری کرده بودن در اون کاروان، یه دیر رو فرستادن. جنگ میان قبایل قریش بود. جای بحثش اینجا نیست که باز کنیم. چطور پسری پدر خودش رو گردن میزنه در بعد، در احد، در جاهای دیگه. خب کسی که در این ایدئولوژی رشد میکنه، او میتونه شهروندی رو بفهمه؟ من برای عقیدم آمادگی پیدا کردم بابامو بکشم، مادرمو بکشم، بعد بخواد سلیمانی رو نکشم؟ این خیشاوند کشی ما را ناخوش نمی نمود، بلکه بر ایمان من می افزود. جایی که اخلاق سازمانی یا ایدئولوژیک بر اخلاق شخصی برتری پیدا میکنه اینجاست. یعنی شما دیگه جلوی خودت انسان نمیبینی که بگی من به شکل انسان میخوام با او برخورد کنم، رو شیطان میبینی. این تعبیر آیه تریگتون همین حرفشه. آیه گلتون میگه انسان میتونه یکی رو فرشته ببینه، یکی رو میکروب یا بیماری یا حشره. آن چیزی که سبب میشه یکی رو فرشته ببینی یکی رو حیوان، ایدئولوژی، عقیده یا باور. یعنی اون عقیده است، اون باوره که اگر مبناش انسانی و اخلاقی نباشه، در ذهن شما تزریق میکنه که این شیطان مجسم، این میکروبه، این بیماری اجتماعیه. خب شما وقتی یکی میکروب شد چیکارش میکنی؟ خب نابودش میکنی. وقتی حشره ای شد که به مزرعه شما ضرر میزنه، آفت کشت و زرعه، چیکارش میکنی؟ سمپاشیش میکنی. وقتی اینا تعبیه شد،
راه حل برخورد هم خیلی راحت در اختیار شما قرار داده میشه. علی ابن ابی طالب داره میگه بر ایمانمون افسوده میشه، یعنی خدا بیشتر خوشنود میشه. و این رو در تعابیر اسلامی داریم، جایی که شما باید عزیزترین ها رو از دست بدید که مقرب بشی، وگرنه چیزی که عزیز نیست رو بدی که مقرب نمیشی. من در بحث تروریسم عرض کردم یکی از ویژگی هایی که آقای بودریار میگه که تروریست های فعلی دارن و ما اونم نداریم، نحوه نگاهشون به جهانه. ما دوست داریم زندگی کنیم، تروریست دوست داره بمیره. عملیات استشهادی، شهادت طلبانه، یعنی میگه زندگی سلیمانی که داره به من میگه این زندگی نیستش، زندگی واقعی اونجاست که میخوان به من حوری بدن، کنار خداوند باشم، کنار ملائکه باشم، با رسول هم سفره باشم، اونجا میخوام باشم. مرگ رو تقدیس میکنه، محترم میدونه، با کسی که مرگ رو مقدس و محترم میدونه خیلی راحت نمیشه گفتگو کرد، چون ما برای زندگی تلاش میکنیم، او برای مرگ. ما برای احیای مردم تلاش میکنیم، او برای کشتن مردم. کار تروریست همینه دیگه. مهم نیست که کودکان کشته میشن، میگه اصلا مهم نیست. تمام این کودکان عمله های صهیونیست، تمام این کودکان با فرهنگ غربی، همشون باید از بین برن. کل جامعه مقصره، جهان غرب مقصره، باید همش رو کشت، زن، پیر، جوون، فرق نمیکنه. خب این تفکری که سعی میکنه مرگ رو مقدس بکنه، برای گرفتن محبت خدا عزیزترین هاش هم میده. شما داستان ابراهیم رو نگاه بکنید، اینا استعاره و تمثیل هستن، اما به ما میخوان یک مسئله ای رو بگن. داستان اسطوره ها برای ما خیلی تخیلی است، بله، اما برای باورمندانش الگوه. ابراهیم میخواد بچهش رو قربانی بکنه برای خدا، چیزی که عزیزتر از بچه نیست. اگه به یه آقای بگید حالا یه گوسفندتو بده، ممکنه بده. ما بچه که دوست عزیزترین چیز هاست. جان انسان مگه مهمترین چیز زندگی انسان نیست؟ چطور اینقدر راحت جانشون رو میدن؟ یه بمبی به خودشون میبندند و کشته میشن. یا اسماعیل هنیه رو دیدید؟ چندین بچهش کشته شده، هر وقت بهش خبر دادن که بچهت کشته شد، یه شکر خدا کرد، یک ذره هم ناراحت نبود. بچه ها فکر اینا عاطفه دارن، اساس حالت شما که بفهمی. اگه بهش بگی بچه 6 سالت کشته شد تو بمباران، لذت میبره، میگه خداوند بیشتر منو قبول میکنه. اینا اینگونه نگاه میکنن، قربانی کردن. اسماعیل ها رو برای خدا قربانی میکنه. ده تا بچه هم، نوه هم، هر کسی کشته بشه اصلا مهم نیست. من وقتی این تصاویر اسماعیل هنیه رو دیدم که بهش خبر دادن که مثلا در فلانجا اتومبیل پسرت رو زدند و حالا یه دی کشته شدن، اصلا انگار نه انگار. تازه احساس میکرد که پیش خدا سربلندم هست که بگه ببین من 10 تا پسرم رو دادم. انسان متاسف میشه واقعا. من در گذشته رو کسانی رو میدیدیم واقعا دو پسر، سه پسرشون شهید شده بودن در جنگ و راضی بودن به نوعی برای اینکه پسرانشون رفتن در جنگ و کشته شدن. ولی سوال همیشه اینه که چرا کسی سوال نمیکنه که خب اگر جنگ حقه، چرا این آخوندها پسران خودشون رو نمیفرستن؟
چرا خودشون تو صف مقدم نیستن؟ اگر واقعا بهشت اینقدر راحت میتونه انسان رو به همه چیز برسونه، این آخوندها مگه کسایی هستن که نخوان برن بهشت؟ اولین داوطلب روی مین باید همین آخوندها باشه. منتها جهل. مولانا یک داستانی داره، حالا این هم عرض کنیم بد نیست، چون ایدئولوژی هایی که انسان رو واقعا به یک جایی میرسونه که توانایی فکر کردن رو از اونها میگیره. یه آقایی علاقمند بود بره مثلا در یک شهرهای مختلف با این زاهدان و درویشان و صوفیانی که بودن یه هش و نشی بکنه و یه کسب فیضی ببینه اینا چی دارند و چی ندارن. یه توشه ای گرفت و رفت با یه الاغی که سوار شد و رفت. روزی به در یکی از این صومعه ها و خانقاه ها و این مراکز عرف فارسی خیلی خودش رو بست اون جلو و رفت داخل، که اومدم اینجا به هر حال یک شبی باشم و یه مقدار از این دانشی که این آقا داره استفاده بکنیم و این داستان. گفتم خب باشه بسیار عالی، بمان و برای شب اون مراسم و مناسک خودمون رو داریم و این داستان. به بزرگ اونجا پیام دادن که آقا ما امشب مهمان داریم و این داستان. گفت ما که چیزی نداریم برای اینکه از مهمان پذیرایی کنیم، برید بگردید ببینید چیزی پیدا میکنید. بعد رفتن نگاه کردن دیدن که جلوی در خری بسته شده، خر همون آقای بود. گفتن آقا ما یه خری دیدیم اونجاست، که همین رو بگوشت قربانی میکنیم استفاده میکنیم دیگه. در حال شام آوردن گوشت کباب شده یه الاغ و بعد این آقا میل کرد و شروع شد به خواندن اون ذکر و رقصیدن و اون مراسم و مناسک. هی صحبت از خر برفت و خر برفت میکرد، اونم اون وسط شور گرفته و شروع کرد به خواندن. بعد که مراسم تمام شد گفتن که خب برید دیگه بریم سراغ زندگیمون. اومد دید خرش نیست. بعد آمد گفت خر من چی شد؟ گفت دیشب کباب کردیم خوردیم و فلان حرفا. گفت چرا به من نگفتی؟ گفت بابا اون وسط به قدری تو این شور و شوق خر برفت و خر برفت میکردی، ما گفتیم حتما راضی هستی به این بلایی که سرت آمده. خب وقتی طرف ندونه همینه. شما الان در مراسم عزاداری نگاه بکنید، رمه زنی کار یک عده افراد رده پایین بود. آخونده قمه نمیزنن. مراجع تقلید شما دیدید قمه بزنن. سینه زنی رو شما نگاه بکنید، زنجیر زنی رو نگاه بکنید. آخونده خیلی راحت یه دوتا سینه اینجوری میزنه، خودش هم تازه نماینده حسین میده. اما یکی دیگه اون پایین لخ میشه، آنچنان سینه میزنه که قفسه سینهش میشه. حالا جدیدن که دیگه کارهای عجیب و غریب از این آدم های جاهل بیرون اومده که واقعا عجیبه. با نگاه بکنی چه آسیبی به خودشون میزنن. حالا برو بگو داستان حسین رو میدونی؟ میگه نه. پیاده بریم تا اربعین. شما دیدی چهار تا مرجع تقلید بلند شدن پیاده برن تا اربعین؟ برای احمقاست. داستان هایی که میسازن قدرت داوریشون رو میگیرن. هیچ کس هم سوال نمیکنه که خب اگر واقعا اینقدر ثواب داره، خب شما چرا جلو راه نمیافتی؟ چرا میخوای خود از ثواب محروم کنی؟ این کتاب های بزرگانش رو بخونی، زیارت قبر حسین 100 برابر حج برای شما حسنه مینویسه. اما خودش رو هیچ وقت نمیره. شما دیدی خمینی حج رفته باشه؟ تازه اگه تبعیدش هم نمی کردن نجف که اصلا اون طرف هم نمی رفت. به مشهد هم فکر نکنم رفته باشه. اما یه پیر زن و پیر مرد رو شما نگاه بکنید با پای پیاده راه می افتن می رن. اون جهله. تربت کربلا رو میل کن شفا می گیری، بزن تو آب بخور. حالا یارو برای حکومت رفته بود، محاسبش اشتباه بود، توسط پسرموهای قبیله‌ای خودش هم کشته شد. حالا ما ایرانی ها نشستیم اینجا پولمون رو میدیم عتبات عالیات اونجا رو آباد میکنن. هزاران نفر کارتون خواب تو مملکت هست، اینا دارن قبر آباد میکنن. خب سیاست آرمان گرایانه و تفاوتش با واقع گرایی در اینجاست. و
وقتی نمیسنجیم برای این افراد هم کشته میشیم، هم میکشیم، هم عزیزانمون رو از دست میدیم. خب ادامه بدیم ببینیم این خطبه چه میگه. این خیشاوند کشی ما را ناخوش نمی نمود، بلکه بر ایمان ما می افزود. در واقع علی داره میگه که نگران این نباشی اگر سوال می کنی، چون من پیشتر عرض کردم زمانی که قرار بود برن به جنگ صفین، یکی از این افراد مثلا عربد بن ربیعه بلند شد و اعتراض کرد به این سیاست علی که آقا ما رو دیروز بردی به صفین، در جنگ جمل پسر عموهای خودمون رو کشتی، الان دوباره ما رو میخوای برداری ببری در صفین اونجا بریم به جنگیم؟ ما که دیروز تو بصره بودیم، امروز رفتیم صفین، تمام همکیشان خودمون رو داریم میکشیم، اما این کار رو واسط نمی کنیم. مالک اشتر بلا فاصله بلند شد گفت این خارجی کیه؟ به اصطلاح امروزی این محارب کیه؟ این مفسد کیه؟ این باغی کیه؟ یعنی کسی که از ایدئولوژی ما پیروی نمیکنه، معترضه، این کیه؟ عربد بن ربیعه مال فزاره بود، فرار کرد رفت داخل خیابان‌های کوفه دنبالش کرد. تو محله‌ای که حیوانات رو میفروختن این آقا رو گرفتن زیر پا و شمشیر و چوب، طرف فوت کرد. چرا؟ چون فقط به سیاست علی گفت بابا این سیاست ما نمیپذیریم که هر روز داری با برادران مسلمانمون جنگ میزنی. خب این ناخوشی ها بود. علی برای اینکه به اونها پاسخ بده میگه اینا رو ناخوش ندادید، چون به ایمان شما افزایید. وقتی به ایمان من میافزاد، وقتی خدا از من راضیه، مگه من نیاز دارم پدر و مادرم از من راضی باشن؟ به درک که راضی نیست، خب مهم خداست. شما فکر کردید این ولایی ها در صدد این هستن که جامعه به احکام اسلام در بیاد؟ مبناشون همینه. یعنی مهم نیست مردم چی میخوان. حالا ما در ادامه اشاره خواهیم کرد که در این نوع حکومت های ایدئولوژیک اصلا منافع مردم مهم نیست، که مردم چی رو دوست دارن، مهم نیست که خدا چی رو دوست داره، مهم نیست که من پسر خودم رو آزاد بذارم بگم پسرم تو هر چی خود دوست داری لباس بپوش، هر غذایی که دوست داری بخور، هر نوشیدنی رو که دوست داری میل کن. نه، او باید جوری رفتار کنه که خدا خوشنود باشه. من به عنوان پدر مسئولم. من به عنوان پدر مسئولم. در قرآن آمده که کسانی که تحت سرپرستی شما هستند رو از آتش جهنم دور نگه دارید. فکر آیه پنج ممتحنه باشه یا پنج تحریم. یعنی شما مسئول هستید که پسرتون، دخترتون، همسرتون اگر دارن راهی رو میرن که آتش جهنم هست، شما جلوشو بگیرید. چرا؟ چون خوشنودی خدا مهمه. اگه تو جلوی اونها رو نگیری، خدا هم به تو غضب میکنه. یکی از مهمترین مسائلی که در فقه اسلامی هست، این ریشش برمیگرده به این همین مسئله که اگر ما امر به معروف نکنیم، نهی از منکر نکنیم، خودمون هم مسئولیم. یعنی اینطوری نیست که شما بگی اون به آدم بالغیه، عاقلیه، خودش میدونه. میگه نه، تو پاسدار شریعتی. در گذشته هر مؤمنی خودش یک آمر به معروف و ناهی از منکر بود. حالا پدر باشه، برادر باشه، این سلطه‌ای که پدر در خونه داره، برادر نسبت به خواهرش داره، از کجا اومده فکر کردید؟ این فرهنگ دینیست. میگه وظیفه پدره که بچه‌هاشو اونجوری تربیت کنه که اسلامیه. برادر وظیفه نظارت داره بر حالا پسر بزرگتر، حالا بگی یا برادر نسبت به خواهر نظارت بکنه. یعنی اسلام برای هر خانواده‌ای یک آمر به معروف و نهی از منکر ساخت. یعنی اگه ما می‌خواستیم طبق تعالیم صدر اسلام باشیم، تکون نمی‌تونستیم بکنیم تو خونمون،
چون بابای به من میگفت چی کار بکن، چی کار نکن، چی ببین، چی بخور. بنابراین خوشنودی خدا ملاکه. در حکومت علی مردم چی کارن که تصمیم بگیرن که ما امروز میخوام اینجوری لباس بپوشیم؟ این بابا داره میگه آدمم بکش، فامیلتم بود بکش، چون خدا ایمانت افسوده بشه. بعد میاد به شما اجازه میده که هرجوری دلخواست رفتار کنی، که در راه راست پابرجا بودیم. دقت بفرمایید همون مطلبی که من عرض کردم، که ما راه راستیم، اونا باطلن. یعنی عموهام باطلن، بابام باطله، پسر عموهام باطلن، پسرم باطله. برای همینه که من خویشاوند کشی میکنم، چون من بر راه راستم. و در سختی ها شکیبا، و در جهاد با دشمن کوشا. یعنی هر کسی نگاهش با من یکی نیست دشمن ماست، باید کوشا بود. گاه تنی از ما و تنی از سپاه دشمن به یکدیگر می جستند و چون دو گاو نر سر و تن هم را می خست. و بعد ادامه میده حالا چند سطر بعد، چون خداوند ما را آزمود و صدق ما را مشاهدت فرمود، دشمن ما را خار ساخت و رعیت پیروزی ما را برافراخت، چندان که اسلام به هر شهر و دیار رسید. پس دلیل برتری اسلام و نشرش رو فهمیدید؟ یعنی ما نرفتیم به دیگران بگیم این اندیشه ماست، این منطق ماست، این دلیل ماست، آیا شما مسلمان میشید یا نه؟ اینجا علی داره به صراحت میگه، میگه ما با آدم کشی اسلام رو منتشر کردیم. حالا باز بیاید در این فضاها بگید که اسلام دین صلح و رحمت است. کجا رحمت؟ این خطبش، خطبه علی ابن ابی طالب. یه دلیل این که اسلام منتشر شد به سرزمین های دیگر رفت این بود که ما نسبت به کشتن نزدیکترین افرادمون هم رحم و انصاف نداشتیم. ملاک ما ایمان بود. چندان که اسلام به هر شهر و دیار رسید و حکومت آن در آفاق پایدار گردید. البته میدونید دیگه آیه 39 سوره انفال، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، اصلا اساسش اینه که کل دنیا رو باید از فتنه پاک کنیم. فتنه به معنای کفر، شرک. و بعد ادامه میده که دین خدا بشه. یعنی اصلا رسالت اسلامی رسالت امپریالیستی است. حالا امپریالیست کلمه جدیدی است، اما محتواش یعنی که ما به سرزمین های دیگه حمله کنیم، منابع انسانی و منابع طبیعیش رو برای خودمون نگه داریم. خمینی و دیگر مسلمانان البته معتقدن که امریکا امپریالیست و نمیدونم این داستان های خوش رو فراموش میکنن که همون محتوا منتها با نام اسلام 1400 سال قبل در آیه 39 انفال گفته که باید جهان رو از فتنه پاک کنیم. یعنی هر آنچه غیر دین ماست تا دین از آن خدا بشه. و روایت هم داریم از پیامبر، امرت ان قاتل الناس، به من امر شده که با مردم بجنگم تا شهادتین بگن، نماز بخونن، زکات. شما از دل این ایدئولوژی چی میفهمید؟ هیچ نسبت و سنخیتی با جهان مدرن داره؟ و حکومت آن در آفاق پایدار گردید. به جانم سوگند که اگر رفتار ما همانند شما بود، نه ستون دین بر جا بود و نه درخت ایمان شاداب و خوشنما. یعنی شادابی یک درخت به اینه که شما خون بریزی، خوشنما شدنش به اینه که
خون به دقیقا هم همینه دیگه. چرا خالد ابن ولید نزد اهل سنت خوش نماست؟ چون سیف الاسلام. چرا علی ابن ابی طالب خوش نماست؟ چون یه ذوالفقار داره بود، اون جنگ ها و مسائلی از این دست. خوشنمایی علی به ایناست دیگه. دیدی تصاویری که از علی میکشیدن در گذشته در ایران اینا بود، یه شمشیری در دم دستشون نشسته بود و خب این خوشنمایی است اینا به دنبالشه. پس در درون این تفکر شما قبایل مختلف رو دیگه نمیپذیری، رو اهل کفرن، باید در برابرشون بیستی. کوچکترین اعتراضی هم اگه کسی بکنه به معنای تخلف از اون ایدئولوژی. ما اینو در همه نظام های توتالیتر و ایدئولوژیک داشتیم. کسانی که اندکی خللی بر اندیشه ایدئولوژیک می آوردن که حالا حکومت مطلوبش بود، به عنوان محارب و مفسد و منافق و هر چیزی که شما فکر کنید دیگه، از این کلمات در ادبیات سیاسی ما کم نیست. فقط هم در حق سیاسی ها به کار نرفت، در حق دختر بچه ها و دانشجوها و اساتید دانشگاه و معلمین هم به کار بردن. کسی که یک مطالبه شخصی داره نسبت به پوششش میگن محارب با خدا. این ایدئولوژی وقتی بر مسند قدرت بشینه، رژیم حاصل از این تفکر میشه رژیم ترور، میشه رژیم وحشت که اینقدر راحت میتونه آدم بکشه، اینقدر راحت خشونت رو تقدیس میکنه. بیشتر خواندیم که جو ارعاب در کوفه ایجاد شده بود و آقای رسول جعفریان اشاره کرد که هیچ کس جرأت مخالفت نداشت. و این حکومت ها میشن حکومت های مردمی در درون اون دستگاه های تبلیغاتی. در حالی که وقتی تبرقی میکنید در این کتاب های دینی، هیچ گونه سنخیتی با ارزش های مدرن نداره. حکومتی بوده مربوط به همان زمان، حتی نسبت به همان زمان هم اگر نگاه بکنید، حکومتی که علی ایجاد میکنه بسیار دهشتناکتر از حکومت های دیگر. اما ما نمیخوایم با اون مواجه بشیم، نمیخوایم اون رو بپذیریم. بنابراین از دل این تفکر رژیم های ترور هم ایجاد میشه. در نوبت بعد سعی میکنیم ویژگی های دیگری رو بر بشموریم تا برسیم به این که چرا حکمیت به عنوان پاشنه آشیل علی سبب شد که حکومت او متزلزل بشه، و خب اسنادی هم که نیاز از ارائه بشه خدمت شما بخونیم. سپاسگزارم از جناب شهرتی عزیز و تلویزیون پارس. تا برنامه دیگر که در خدمت شما باشیم. With Sam, I think it was the best decision I ever made. He really helped me out, and he has really helped me out. So he's not too busy for me. He even gave me his cell number. دفاتر سامان هیدری، وکیل تصادفات در دو ایالت کالیفرنیا و لاس وگاس. My experience with calling Sam was very helpful because they're excellent. 818-818-0707. Him and his entire team is very professional.
He leads a good group of people here, and I felt really safe and at home with them. He was very efficient in handling my case, and I would definitely recommend anyone for an injury of any kind to offer their assistance. HeyDaddyLawGroup.com. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه اوفک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت